این تابلوها یکی از قابل درک‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهند. نرخ ارز، شاخصی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در زندگی و معیشت بسیاری از مردم نقش دارد و خیلی‌ها کسب و کار و رفتارهای اقتصادی خود را با عدد و رقم‌های این تابلوها تنظیم می‌کنند. پس عجیب نیست اگر خیلی‌ها گوش به زنگ این مصاحبه باشند تا ببینند مسئول بودجه نویسی کشور نرخ محاسبه تأثیر ارز را در بودجه سال آینده چقدر اعلام میکنه. نرخ ارز رو به گونه ای توی محاسباتمون دیدیم که حوالی 11 تا 11500 تومان باشه. اما این روزها در فصل بررسی لایحه بودجه در مجلس خبر میرسد دولت برای دخل و خرج سال بعدش 4 نرخ برای ارز تعیین کرده. 4 نرخ ارز پیش بینی شده بود، یک ارز 4200 تومان، یک ارز 11500، یک ارز 17500 و یکم ارز حالا سامانه مبادلات الکترونیکی یا همون ETS. این در حالی است که یک از مشکلات بودجه در 3 سال گذشته وجود ارز چند نرخی در عدد و رقم‌های دخل و خرج دولت بوده، موضوعی که اصلاح ساختار بودجه را ضروری ساخته. سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی که هرگز با این قیمت به دست مصرف کنندگان نرسید نشان می‌دهد تعیین نرخ ترجیحی در حالی که ارز در بازار آزاد چندین برابر چوب می‌خورد نتیجه‌ای جز توزیع رانت نداشته. 4200 تومان دلار هر کیلو مرغ یعنی 1.5 دلار، 4200 یعنی مرغ 7000 تومانی. تو این چند سال توی کشور ما کدوم یک از شهروندان ما، کدوم یک از مردم ایران مرغ 7-8 تومانی خریدن؟ چرا با 4200 تومان مرغ به 35 تومان 30 تومان رسید؟ به دلیل اینکه تعدادی از افراد جامعه اینها رفتن این دلار رو گرفتن یا کالا وارد کشور نکردن و یا اینکه کالا وارد کردن در حقیقت اینها رو با قیمت‌های بسیار گزاف فروختن. حالا اما مجلس میگوید تصمیم گرفته ارز 4 نرخی دولت را به سمت تک نرخی شدن سوق دهد با هدف اصلاح ساختار بودجه و شفافیت بیشتر. ما این 4 نرخ ارز رو به 2 نرخ ارز تبدیل کردیم. یه نرخ ارز محاسباتی بودجه و یه نرخ ارز رسمی واقعی که دولت و بانک مرکزی در مراودات تجاری خودشون باش برخورد میکنه و بانک مرکزی هم مسئول تأمین ارز کشور هست. اگرچه این روزها شنیده میشود مجلس نرخ ارز اعلامی دولت را از 11000 تومان به حدود 17000 تومان افزایش داده و از این موضوع به چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت ارز و به تبع آن تورم تعبیر میشود، اما مجلسی ها روایت دیگری از این ماجرا دارند. دولت خودش با 17500 محاسبه کرده، یعنی دولت در محاسبه که انجام داده گفته من درآمد ارزی نفتم میشه 17.3 میلیارد سهم دولت، 17.3 میلیارد که این 17.3 میلیارد 8 میلیارد دلارش ارز 4200 ما بقیش ارز 17500 ترکیب وزنی اینها شده 11500. در حالی که مجلس از میانگین نرخ‌های چهارگانه دولت به یک رقم محاسباتی حدود 17500 تومان رسیده، اما مجلسی‌ها می‌گویند این نرخ نیز قطعی نیست و با اصلاح ساختار بودجه نرخ ارز در دخل و خرج سال آینده دولت منعطف خواهد بود. هیچ کف یا حداقلی برای نرخ ارز مشخص نکردیم، تایید نکردیم، حتی به بانک مرکزی اجازه دادیم که 2% زیر نرخ بازار یا همون ETS که در واقع اون هم در کنترل خودش رو عرضه کنه و قیمت ارز رو کاهش بده. همچنین مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی قصد دارد این یارانه را مستقیم به مردم واریز کند. این رو ما به صورت جدی میاریم، آزادش میکنیم، اما از اون طرف به مصرف کننده و تولید کننده یارانه میدیم، یعنی یارانه‌ای که مستقیم به دست مصرف کننده برسه دیگه دوچار تشویش نشه. یعنی فضا رو طوری ایجاد کردیم که مردم برای مایحتاج روزانشان نگران نباشن. در این حال شما مطمئن باشید که اگر ما بازار رو آزاد بکنیم تو این بازار رقابتی در کف بازار رقابت حتی ممکنه که یه خورده قیمت هم تعدیل بکنه. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر تولید داخلی دارد، انگیزه ها برای صادرات یا واردات را افزایش میدهد و مهمتر از همه در تعیین قیمت تمام شده کالا و معیشت مردم نقشی اساسی دارد. بنابراین به نظر میرسه تعیین نرخ ارز باید به دور از بگومگوهای احساسی در فضای کاملا کارشناسی با دقت و وسواس بیشتری تعیین بشه. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما.